یکی از مهمترین دوران زندگی هر فرد دوران سالمندیه که بعد از یک عمر تلاش و کوشش وارد اون میشه و اوقات فراغت زیادی داره و بیشتر زمانش رو به استراحت میگذرونه. هنرمندان هم از این قضیه مستثنا نیستن و شاید بشه گفت اونها به دلیل شرایطی که دارن رفاه بیشتری براشون حاکمه، اما همه اونها اینطوری نبودن. در این ویدیو به بازیگران و هنرمندانی پرداختیم که در زمان سالمندیشون توی خونه سالمندان رها شدن و برخی هم سرانجام در همونجا از دنیا رفتن. در ادامه این ویدیو به این موضوع میپردازیم. قبل از ادامه اگر به ویدیوهای ما علاقه‌مندید از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید. رضا رویگری بازیگر، خواننده، نقاش، متولد 6 دی ماه 1325 در تهران که توی سال 1348 اولین بار وارد تئاتر شد و در فیلم‌های مختلفی مثل مختارنامه، معصومیت از دست رفته، بوتیک، هرماس، اخراجی‌ها بازی کرده. رضا رویگری 10 سال قبل زندگی مشترکش رو برای بار دوم با دختر جوانی آغاز کرد. رضا رویگری برای بار دوم توی سال 1392 وقتی 67 سالش بود با دختری 24 ساله ازدواج کرد و اختلاف سنی 43 سالشون جنجالی شد. رویگری درباره نحوه آشنایی با همسر دومش تارا اینطور میگه که برای یک سفر کاری به شیراز رفتم و تارا دوست مشترک من و یکی از آشناهام بود که به استقبال من توی فرودگاه اومده بود که در همونجا به من گفت چقدر خوشتیپید آقای رویگری. البته تا به حال منو ندیده بود و نمیدونست بازیگرم، چون از 16 سالگی به مالزی برای ادامه تحصیل رفته بود و بازیگرای ایرانی رو نمیشناخت. با همون یه حرف عشق در من زنده شد و عاشقش شدم و حالا هم بدون اون نمیتونم زندگی کنم. البته من بهش گفتم با من آینده‌ای نداره و مناسب هم نیستیم، اما تارا قبول کرد. خانواده و پدرشون به دلیل اینکه منو دوست داشتن مخالفتی نکردن. اما در سال 1393 رسانه ها اعلام کردن که رضا رویگری سکته کرده و به دلیل از کار افتادن بعضی از اعضای بدن نیازمند مراقبت و مجبور به فیزیوتراپیه. اون توی این مدت کمتر توی سینما و تلویزیون بازی کرده و چند بار هم توی بیمارستان بستری و تحت مداوا قرار گرفته و توی آسایشگاه کهریزک به سر میبره. رضا رویگری گفته بود توی ایام بیماری برخی از جمله یکی از همکاراش خیلی از اموال اون و سکه هاش رو گرفتن و خونه نداره و اجاره نشینه و به دلیل بیماری و پیشنهاد نشدن کار سینمایی توان پرداخت هزینه های زندگی رو نداره. در اوایل اردیبهشت 1401 ویدیوی کوتاه از رضا رویگری منتشر شد که در اون اعلام میشه این بازیگر از یک هفته قبل به آسایشگاه کهریزک برده شده و برای رهایی از اونجا از مردم کمک خواسته بود. اون گفته بود که تلفن همراهم رو گرفتن و نمیتونم با کسی صحبت کنم. شما به مردم بگید من رو حلال کنند. رضا رویگری در نهایت بعد از 3 هفته بستری شدن توی آسایشگاه کهریزک 18 اردیبهشت توی منزلی که همراه با پرستار مهیا شده بود ساکن شد. شهلا ریاهی، قدرت زمان وفادوست معروف به شهلا ریاهی، متولد 1305 توی تهران، بازیگر و اولین کارگردان زن سینمایی ایرانه. نام خانوادگی قبلیش شربتچی و همسر اسماعیل ریاهی کارگردان سینماست. اون دارای 2 فرزند به نامهای منوچهر و پریچهره. اون تحصیلات خودش رو تا سیکل ادامه داد. خانم ریاهی میگه من 14 سال و همسرم 20 سالش بود که ازدواج کردیم. بچه بودیم اما در کنار هم بزرگ شدیم. 17 ساله بودم که ریاهی دست من رو گرفت و به تئاتر برد. فقط خدا میدونه خانواده هامون و اطرافیامون چه قیامتی کردن. همه میگفتن آخه مگه آدم زن جوونش رو روی صحنه میبره؟ اما ریاهی فراتر از این حرف ها بود. اون خوب میدونست وقتی بازیگر بشم خیلی زود معروف میشم و طبیعتا طرفدارایی هم پیدا میکنم.
اما به اندازه چشماش به من و عشقمون اعتماد داشت. اون من رو باور داشت. تئاتر، سینما، رادیو و تلویزیون و تمام کارهایی که می کردم رو از ریاهی دارم. خانواده‌ام خیلی حرفا زدن و سعی کردن جلوی ما رو بگیرن، اما وقتی دیدن من هم کارم رو دارم، هم زندگی زناشویی موفق و عاشقانم رو و هم بچه هام رو، دیگه پذیرفتن. هیچ وقت کار باعث نشد توی زندگیم خطایی کنم. شهلا ریایی سینمای حرفه‌ای رو سال 1330 با فیلم خوابهای طلایی به کارگردانی معز الدیوان فکری تجربه کرد. با رکود کار تئاتر ریایی سال 1335 فیلم مرجان رو کارگردانی کرد و به این ترتیب نام اولین زن کارگردان سینمای ایران رو به خودش اختصاص داد. اون گوینده رادیو، تلویزیون و مجری برنامه‌های کودک هم بود. شهلا ریایی که در چهارشنبه 11 دی ماه 1398 درگذشت، در زمان حیاتش مدتی رو توی خانه سالمندان گذروند. تیر ماه سال 97 بود که مصاحبه گلایه‌آمیز توی روزنامه جام جم از سوی پسر شهلا ریایی، منوچهر ریایی، منتشر شد. پسر دلشکسته که از ناملایمتی‌هایی که نسبت به مادرش شده بود غم تموم وجودش رو گرفته و زبان گلایش باز شده بود، می گفت بیماری مادر آلزایمر نیست، اون دچار دمانس یا زوال عقل شده. بیماری که باعث شد نگهداری از اون توی خونه هر سال سخت‌تر و سخت‌تر بشه و به دلیل اون که 10 سال می شد این بازیگر پیشکسوت به این بیماری مبتلا شده، پسرش چاره‌ای نمی بینه جز اینکه اون رو به پانسیونی خصوصی به منظور نگهداری بهتر بسپاره. با این حال همین کار حواشی رو به همراه داشت و یکی از چهره‌های مطرح کشور که برای اجرای موسیقی به پانسیونی که شهلا ریایی در اونجا بود حضور پیدا می‌کنه، با دیدنش عکساش رو توی صفحه اینستاگرامش منتشر می‌کنه و به گونه‌ای این موضوع رو مطرح می‌کنه که به نظر می‌رسه شهلا ریایی توی خانه سالمندان رها شده. مهریه مهرنیا اواخر عمرش رو توی آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک گذروند. اون از اینکه هیچ کدوم از بازیگران و کسی سراغی ازش نمیگیره گله‌مند بود و میگفت به من گفتن برای 10-20 روز به اونجا میبریمت تا حوصلت سر نره، اما اومدیم و دیگه موندگار شدیم. هیچ جا خونه خود آدم نمیشه، اما به من گفتن برای خرج مریضی اونو فروختن. تا سر پایی و میتونی کاری انجام بدی همه مریدتن و همه تو رو میخوان، اما وقتی از دست و پا افتادی دیگه هیچ کس نگات هم نمی کن. مهریه مهرنیا 30 بهمن 1387 توی سن 82 سالگی توی بیمارستان باهنر تهران بر اثر کهولت سن دار فانی رو ودا گفت. آذر مهدی قلی‌خانی با نام هنری ثریا حکمت، متولد سال 1332 توی خوی و از بازیگران پیشکسوت، خانم حکمت بازی توی سینما رو از سال 1353 با فیلم ناجورها به کارگردانی سعید مطلبی شروع کرد و توی آثاری مثل نقطه ضعف، تصویر آخر، خواستگاری، نیش، آواز قو و فیلم به یاد ماندنی ای ایران نقش داشت. آخرین کارش بازی توی فیلم آواز قو به کارگردانی سعید اسدی توی سال 1379 بود. ثریا حکمت که روزگاری ستاره‌ای در سینمای ایران بود، حالا حتی توان پرداخت هزینه درمان دندون‌های خودش رو نداره. اون به نقل از خودش میگه توی مراجعه به وزارت ارشاد حتی خواستار پیش خریدی قبرش در قطعه هنرمندان برای فروشش در زمان حیات واسه گذروندن زندگی تقاضا داده بود. عده‌ای از مردم در پی انتشار دردنامه اون خواستار کمک به این هنرمند شده بودند. ثریا حکمت که روزگاری ستاره‌ای توی سینمای ایران بود، دوران سالمندی خودش رو به سختی می‌گذروند و گرچه در خانه سالمندان نبود، اما این وضعیت براش به شکلی دیگه تکرار شده بود. اون در مرداد 93 توی سن 61 سالگیش اعلام کرد که در نهایت تنگ دستی زندگی میکنه و قادر به تأمین ودیعه مسکن خودش نیست و مدتی بعد در چادر زندگی خواهد کرد و حتی توان پرداخت هزینه درمان دندونهای خودش رو نداره. ثریا حکمت فروردین 1395 شمسی بر اثر سکته مغزی توی بیمارستان طالقانی تهران دار فانی را ودا گفت.
دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، بدرود.